داشت بهش مجوز بده و استانداردهای خودشونو داشته باشن بتونه این مکمل رو تولید کنه، ولی مکمل ها تولید میشه متاسفانه به صورت غیر قانونی و بیشترش هم به خاطر بازار تقاضای ایرانه که هر روز داره بیشتر میشه. متاسفانه همونطوری که گفتم این موادی که قلابی هستش بعدها مضر خواهد بود و برای سلامتی اینا خیلی ضرر داره. شما خودت اصلا مکمل استفاده میکنی؟ نه خیلی بودم که الان دیگه ورزش حرفه‌ای نمیکنم، ولی اگر ورزش حرفه‌ای هم میکردم اگر میخواستم استفاده بکنم زیر نظر پزشک استفاده میکردم. باشگاه‌های بدنسازی هرچند تلاش میکنن برای ورزشکارانشون مکمل‌های اصلی تهیه کنن، اما نتونستن در این کار موفق باشن. مکملون مشتری نداره. اگر ورزشکاری میخواد که هزینه کمتر بکنه، خب چرا اصلا هزینه بکنه؟ بهتره که به جای اینکه به هزینه مکمل آلوده و بی‌کیفیت رو بکنه، بره تغذیه سالم رو برای خودش ایجاد بکنه و مهیا بکنه، بتونه که با تغذیه مناسب این ترکیبات رو برسونه از طریق مصرف مواد غذایی مثل انواع میوه ها و سبزی ها و همینطور مواد پروتئینی که نیاز هستش در حین ورزش بهش برسه. رژیم غذایی چیه تو این 10 سالی که بدنسازی کار کردی و حالا میخوای بیاید شانس خودتو تو این آیتما امتحان کنی، چی میخوری که سر پا موندی؟ من غذای طبیعی و غذای اصلی رو ترجیح میدم به چیزهای دیگه. حالا درسته مکمل های ورزشی استفاده میشن، ولی بهترین چیز غذای اصلی، همین مرغ و ماهی و گوشت خودمون بهترینه و کم ضررترین. مکمل هم میگیری؟ مکمل هایی که مورد تایید وزارتش باشه وقتی استفاده میشن. اونه که میگیری؟ بالاخره متفاوت از 200,000 تومان شروع میشه تا به بالا. آقا تا حالا رفتی مکملی بگیری که بفهمی قلای بوده اعصابت خورد چه؟ بله بله، من خودی از دوستان بودن گرفتن آوردن دیدم که خوب نبوده و درجه دو بوده. متاسفانه عوارض خیلی زیادی هم داره، هم رو کبد و کلیه و پوست آدم، خیلی عوارض زیاده. ببینید به نظر من مکملای ارزون قیمت دو دسته هستن. یه سری مکملا هستن که واقعا علاوه در واقع متریال داخلی و در واقع جنس محصولی که هست ضعیف هستن، به اینا میگن مکمل های ارزون قیمت که اونا اورجینال خیلی از داروخانه ها در واقع دارن. من نمیتونم بگم که استفاده نکنن چون هر کی به اندازه خودش در واقع میتونه هزینه کنه، ولی من پیشنهادم اینه که مطمئن بشن از این که اون جنس اورجیناله و این یه مداری سخته در دقیقاً. من به نظرم اگه یه جنسی رو ارزان باشه ولی اورجینال باشه باز استفاده کنن. مشکل اینجاست، بی پولی موجب میشه ورزشکار بره مکمل درجه 2-3-4 و نهایتا قلابی رو تجربه، خیلی ضرر داره. نه اصلا حتما 100%. ما کلن تو دفتر بیشتر از اینکه برنامه ورزش تغذیه تنظیم بکنیم روی همین مسائل رو بچه‌ها کار میکنیم که از نظر که تشخیص بدن چه مکملایی باید بخرن. خب نداره بره غذاشو بخوره، غذای طبیعیشو از ویتامینای استفاده بکنه، چرا بره جنس تقلبی بخره؟ اصلا کار درست نیست. باید از مکمل زیر نظر پزشک یا یه مربی بدنساز خوب استفاده کرد. مثلا مکملی که شما میگید چند قیمت؟ الان متاسفانه قیمت ها خیلی افزایش پیدا کرده، نمیدونم فکر کنم دلار تو این قضیه هم تاثیر گذاشته. به طور مثال یه مکمل پروتئین 100% که یه ورزشکار نیاز داره، مخصوصا ورزش‌های قدرتی مثل بدنسازی پشتی، الان تقریبا 2 کیلویش هولوش 200 تومان 240,000 تومان قیمتشه و این پروتئین، این مقدار پروتئین جوابگوی تقریبا 1 ماهه ورزشکاره. مطمئنی اون اصله؟ خب با توجه به اینکه به اون شخص تهیه می‌کنیم به اون شخص اعتماد داریم، ولی اون دوره که من خودم این چند سال تمرین کردم انصافا نه، خیلی میشه گفت درصد بیشتر این مواد پروتئینی همین تو بازار خودمون پر میشه. نباید فراموش کنیم که بهترین مکمل ها غذای طبیعی هستند که مصرف اون به مردم توصیه میشه و این دست مکمل ها شامل انواع مواد غذایی پروتئینی، لبنیات، سبزیجات، میوه و حبوبات هستند. به هر حال ساخت و عرضه مکمل‌های غذایی برای ورزشکاران تبدیل به یک تجارت پرسود شده و همین موضوع موجب شده که مکمل‌های غذایی هم در بازار خیلی مشاهده بشه.
مجمع گردشگری و تفریحی برج بین‌الملل کاسپین، برج 66 طبقه با 230 ارتفاع در شمال آزادراه تهران قزوین، 3000 واحد اقامتی، 5000 واحد تجاری، سالن همایش 5000 نفره، هتل 5 ستاره، 8 تالار عروسی، رستوران گردان، پارک برف و یخ، پارک آبی، پارک دلفین، باغ پرندگان، باغ گل، دریاچه مصنوعی، خدمات گردشگری و درمانی، سالن‌های ورزشی تفریحی و 60 تام ملل. برای آینده فرزندان خود شما هم با ما شریک و همراه شوید. شرکت توسعه گردشگری و ساختمان پردیسبان ایرانیان. تلفن 88 58 24 58. پردیسبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و سلام به شما بینندگان محترم، ورزشکاران و ورزش دوستان. آمدید به خبرهای ورزشی ساعت 21:30 دقیقه از شبکه خبر. هفته 25 فوتبال دست اول ایران با صعود پیکان به ردی دوم جدول گروه دو به پایان رسید. در روز پایانی این رقابت‌ها امروز در گروه دو تیم پیکان تهران با 2 گل میزبان نفت و گاز گچساران را شکست داد تا با 37 امتیاز و قرار گرفتن در ردی دوم جدول به صعود مستقیم این گروه امیدوار شود. پارس تهران 2-0 بر پاس همدان غلبه کرد. پارسای تهران میزبان پاس همدان در هوای بارانی ورزشگاه صنایع دفاع. دیداری پربرخورد که 3 اخراجی داشت. سرپرست و 2 بازیکن تیم پاس همدان. آقای مریخ خسته نباشید. تیمتون امروز چقدر اخراجی داشت؟ والا ما قبل از اینکه همین آقای اکبریان سال گذشته بر اثر یک اشتباه تیم ما در لیگ برتر انداخت. یعنی بعد از این بازی‌ها بعد از اون بازی 5 جلسه محروم شد. خب اینم امروز ایشون این داوری رو کرد دیگه. سلام. من صحبت ندارم میکنم. چرا؟ بعضی از داورا به بازی روی جسارت میدن، روی خودباوری میدن، بعضی داورا به بازی گند میزنن. پارسه در این بازی با 2 گل پیروز شد تا در فاصله 1 هفته به پایان مرحله گروهی لیگ 1 با 3 امتیاز در رده سوم گروه ب قرار گیرد. روی آوراژ گل حساب کرده بودیم و فکر میکردیم که بهتر از این میتونیم نتیجه بگیریم. با اینکه تیم پاس برده شد اما باز هم اون استحکام تیمیشون رو حفظ کرده بودن و واقعا به من نچسبیدیم برد. از ته دل دارم میگم، یعنی نگران تیم پاس هستیم. تیم ریشه دار و قدیمی و تیمیه که حیفه که این حال روزش باشه. بعد اینکه گلم خوردیم تیم مقدار عصبانی شد. بازیکن ما اخراج شد، 10 نفره شدیم، اومدیم باز برگردیم به بازی اخراج دوم و شرایط بازی برامون خیلی شده بود. پاسی ها هم همان 26 امتیازی ماندن تا در رده دهم جدول قرار گیرند. با این پیروزی پارسه همچنان امیدوار برای حضور در پلی آف در هفته پایانی باقی ماند. در سایر بازی شده می‌گوید مستر رفسنجان با 1 گل ایران جوان بوشهر از پیش رو برداشت تا ایران جوان سقوط 3 پله‌ای را در جدول تجربه کند. الودر بندر کنک هم 2-1 از سطح راهیان کرمانشاه گذشت. پرسپولیس شمال برابر یزدلوله به تساوی 3-3 و دیدار ابو موسیم مشهد با آلومینیوم هرمزگان در حالی که با 2 گل به سود نماینده هرمزگان در حال پیگیری بود به علت اخلال تماشاگران نیمه تمام باقی ماند. مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا فردا شب پیگیری می شود. در دور رفت مرحله 1/4 پایانی رقابت ها از ساعت 23:15 فردا تیم بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ میزبان اتلتیکو مادرید بود. همزمان با این بازی منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد رو در روی بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی قرار می گیرد. در همین چارچوب چهارشنبه شب رئال مادرید با دورتموند دیدار می کند و پاریس سن ژرمن به مصاف چلسی می رود.
در ادامه چند خبر کوتاه ورزشی دیگر. وزیر ورزش و جوانان از تأمین بودجه تمامی درخواست‌های فدراسیون فوتبال برای حضور شایسته تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 خبر. در آخرین رده‌بندی اعلام شده ملی جهانی دوچرخه سواری، ایران با کسب 352 امتیاز در صدر کشورهای آسیایی قرار دارد و در بخش انفرادی هم میرصمد پورسیه 228 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است. در بخش تیم‌های آسیایی جاده هم تیم پتروشیمی تبریز با 255 امتیاز جایگاه سوم را در اختیار دارد. مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا روز جمعه 15 فروردین به میزبانی خانه تکواندو برگزار خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان برگزاری رقابت‌های باشگاه‌های آسیا را 15 تا 23 خرداد ماه در کویت اعلام کرد. مهران نماینده کشورمان در این مسابقات است که با 9 تیم دیگر قاره کهن به رقابت می‌پردازند. رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن با اشاره به گزارش‌های کمیته اخلاقی فیفا مبنی بر فساد مالی در قطر میزبان مسابقات جام جهانی 2022 اعلام کرد کشورش آمادگی دارد میزبانی این رقابت‌ها را بر عهده بگیرد. جوکوویچ با غلبه بر نادال قهرمان رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی میامی شد و جایزه 5 میلیون دلاری مسابقات را از آن خود کرد. هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس امشب با رویارویی تیم‌های ساندرلند و وست‌هام به پایان می‌رسد. در آخرین بازی‌های هفته سری های ایتالیا هم امشب لیورنو با اینتر و اودینزه با کاتانیا مسابقه می‌دهند. در شب پایانی هفته لیگ‌های اسپانیا هم گرانادا با لوانته و بتیس با مالاگا دیدار می‌کنند. و در ادامه رقابت‌های بسکتبال حرفه‌ای NBA امروز تیم‌های پورتلند بلیزرز، نیویورک نیکس، لس آنجلس لیکرز، شیکاگو بولز و تورنتو راپتورز مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. اما هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فردا آغاز می‌شود. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در حالی سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود که دیدارهای سرنوشت‌سازی پیش روی نمایندگان ایران است. در سه هفته برگزار شده از مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا در اسفند و دو فولاد خوزستان شرایط بهتری نسبت به سه تیم ایرانی دیگر دارد. فولادی‌ها هم امتیاز با الجیش صدرنشین با 5 امتیاز در رده دوم جدول گروه دو جای دارند. سپاهان و تراکتورسازی تبریز در جایگاه سوم جدول گروه خود قرار دارند و استقلال هم در قعر جدول گروه یک ایستاده است. بنابراین بازی‌های دور برگشت مرحله گروهی برای تیم‌های ایرانی بسیار حائز اهمیت است. سرخپوشان خوزستانی از ساعت 17:30 دقیقه روز سه‌شنبه 12 فروردین 93 در ورزشگاه قدیر اهواز به مصاف بنیادکار ازبکستان می‌روند. هم در لیگ هم در جام باشگاه‌ها مطمئناً الان یه فضای خیلی خوب و با نشاط و با انگیزه که این رو میشه به حال تو بچه‌ها دید. اعلام کردم که اولویت ما لیگ هست و قهرمانی در لیگ، ولی نسبت به جام باشگاه‌ها هم حتماً ما تمرکز لازم رو اهمیت بالا رو داریم. ما بازیکنان خوبمون رو در فصل گذشته از دست دادیم و با بازیکنان جوان در لیگ قهرمانان به دنبال تجربه اندوزی و رونق دادن به تیممون هستیم. در دیگر بازی گروه دو الجیش قطر میزبان الفتح عربستان است. در گروه سه از ساعت 19 سه‌شنبه تراکتورسازی تبریز در خانه از العین امارات پذیرایی میکنه. تفاوت دمایی خیلی زیادی از کشور ما و هوایی که اینجا وجود داره، ولی این باعث نمیشه که برای ما بهانه باشه و ما باید بازی رو حتما خوب بازی ارائه بدیم. بازی سختی هست برای ما،
و همچنین بازی بسیار سختی برای تیم العین. انگیزه داریم و برای برد میریم. دیگر بازی گروه ده چهارشنبه شب برگزار میشود که طی آن الاتحاد عربستان میزبان لخویای قطر است. سپاهان اصفهان دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا است.